امشب آقای دکتر سرمست لطف کردن با ما صحبت میکنن و ایشون مهندس هستن، ولی تقریبا راجع به هر چی که بخوایم ازشون بپرسیم صحبت کنن بهترینش رو در میارن و اینو دیدیم چندین بار، موسیقی این اون، چون اول ساله و امسالم خانه خانم ایرانی که همه میدونین نوبل پرایز رو بردم، ازشون خواهش کردم چند وقت پیش که اگر ممکنه راجع به برنده های امسال صحبت بکنن و ایشون قبول کردن. I'm sure که بهترین رو انجام خواهند داد و ما هم گوش میکنیم. حالا من خلاصه از کار دکتر سرمست رو بگم. ایشون در تهران به دنیا آمدند و obviously پدر مادر فرهیخته داشتند، بچه سوم چهارم خانواده هستند و یکی از جالبترین چیزاش که تو زمینش رو نوشته، چون بچه بالاتر خواهر برادر بزرگتر کوچکتر داشتن، یکی از دلایل موفقیتشون در این میدونن که از اونا ویزدوم و اینسایت گرفتن. در که من یادم بیشتر من بچه اول هستم، ولی بچه های وسط همیشه میگن که you got the best, we didn't. Okay. And middle child به قول معروف. و به مدرسه بابک و دبیرستان نوری رفتن و به دانشگاه تهران، دانشگاه آریامهر که الان شریف هستش، مکانیکال انجینیر خوندن اونجا و توی همه رشته‌های موقعیت‌هایی که بودن شاگرد ممتاز و اول اونجا بودن، اینکلودینگ نظام وظیفه‌ای که رفتن و بعد به کالج و رویال کالج لندن رفتن و اونجا پی اچ دی شون رو گرفتن در هیت. من اینا رو از بعد دارم میگم، در هیت کانداکشن فکر میکنم. و بعد به ایران برگشتن برای که میخواستن تو دانشگاه آریامهر درس بدن، اونجا به عنوان استاد انتخاب شدن و ریولوشن اتفاق افتاد و کالچرال ریولوشن که اتفاق افتاد، ایشون از اونجا بیرون آمدن. این ده مینوال با خانم نروژی جودیت خانم ازدواج کرده بودن و رفتن نروژ و تو کمپانی نفت نروژ رو به کار کردن و با ایران برای شرکت نفت پارس جنوبی تو نروژ کار کردن و روی ساختن دکل ها و اسکله های نفتی. انشاءالله همه رو دارم درست میگم. And سال 2012 ریتایر کردن خودشونو، بعد کمپانی خودشونو زدن برای کانسالتینگ انجینیر و بعد از اینه هم که کووید شروع شد به نظر میاد یا قبلا، لطف دارن به خیلی از ماها و خیلی لکچرهای خوب تهیه میکنن و به قول خودشون کار دل رو میکنن. یک کتاب بالای 200 صفحه برای راجب زندگیشون در 28 سال در نفت و کار کردن در اویل اینستری نوشتند که اویلیبل رو وبسایتشون. اند نروژ زندگی میکنن، ولی کن خوشبختانه ما میتونیم ایشون رو ساعت 4 صبح 5 صبحشون داشته باشیم و خیلی خیلی ممنون دکتر سرمست. I hope که I told your resume correctly. بله. من دوباره از سلام عرض می کنم. خانم دکتر من میرسه؟ بله بله بفرمایید. من سلام عرض می کنم خدمت دوستان. من خیلی خوشحالم که در یک مجمعی صحبت می کنم که بسیاری از دوستانی که صدای منو میشنوند در حقیقت در زندگیشون مالتی تاسکینگ میکنن، یعنی یه کاری میکنن برای کار روزانه ولی در جوار اون کارهای دیگری هم میکنن، بعضیاشون چند تا کار دیگر میکنن و این بسیار خوبه که ایرانی ها اینطوری هستن و ما از اونها، من از اونها که نگاه میکنم از اونها خیلی یاد میگیرم و خیلی ممنونم از این صحبت بسیار گرمی که خانم دکتر مدنی کردن. و همیشه من میگم که این صحبت هایی که خانم دکتر مدنی میکنن اینقدر دلچسب که من عرق میکنم. اینجا در نوش در جهرت منهای 24 درجه است با اجازه شما و
به زودی میرسه به اون عدد منهای 40 که فارنهایت سانتیگراد با هم مساوی میشن. دیگه من لازم نیست که کانورت بکنم و اینجا بله و خیلی خوبه و خیلی از شما ممنونم. حالا اگر که اجازه بدید برنامه رو شروع کنیم، در واقع جایزه نوبل صحبت بکنیم. من قبلا در واقع جایزه صلح نوبل یه چیزای کوچیکی در فرمای مختلف گفتم، ولی امروز در باره تمام جایزه نوبل صحبت می‌کنیم، هم قسمتی که اسلو میدن جایزه صلح، هم قسمت ساینس که در استکهلم میدن در سوئد، و خدمت دون این رو عرضه خواهم کرد. خانم دکتر بدنی به من اجازه شیر بدین که بفرمایید. ما شروع میکنیم این صحبت رو. من عرض کنم که بله، این سلاید اولی که اینجا میبینید این ساختمون مرکز نوبل هست در اسلو، و اینم مجسمه آلفرد نوبل هست، و این در یکی از خیابون‌های مرکزی اسلو هست و خیلی وقتا از جلوی این رد میشیم. اینجا یک وصیت‌نامه آلفرد نوبل هست که اینجا به خط خودش نوشته که من که این رو امضا کردم آلفرد نوبل هستم و دلم میخواد که به اصطلاح ثروت من تقسیم بشه به اصطلاح هر سال جایزه‌هایی داده بشه در این ردیف، فیزیک، شیمی و مدیسین رو ایشون نمیگه، میگه فیزیولوژی. و بعد از سال 1970 به بعد بانک مرکزی سوئد این جایزه اکونومیک ساینس هم اضافه کرده، ولی اول 1, 2, 3, و 4 تا بوده. و بعد خود آلفرد نوبل میگه که من جایزه صلح و دلم میخواد که در نروژ بدن، و این مسئله ادامه داره. و بعد عرض کنم که اینجا میریم در قسمت این که صحبت امروز در دو قسمت خواهد بود، یه قسمت جایزه صلح خواهد بود، یکم قسمت جایزه علوم خواهد بود. قسمت جایزه صلح هم که عرض کردم خدمتتون در اسلو خواهد بود، این قسمت در استکهلم خواهد بود که بعدا بشیم بیش بیزید، به خاطر اینکه هموطن عزیزمون خانم نرگس محمدی امسال جایزه صلح بردن، طبیعتا قسمت بسیاری از قسمت اعظم صحبت ما در باره جایزه صلح خواهد بود، ولی به اینها هم خواهیم پرداخت. و بعد در این آخر من دلم میخواد در question answer یه صحبتی بکنیم در باره این که جایزه نوبل به طور کلی به ایرانیا چی میگه، و بعد امیدوارم که یک نتیجه خوبی هم بکنه. بعد جایزه صلح در اسلو مثل یک فستیوال انجام بگیره، یعنی روز دهم که جایزه رو میدن، قبل روز دهم یعنی روز نهم و روز بعد از اون روز یازدهم و حتی دوازدهم یک جلساتی برقرار میشه که اونها رو به اصطلاح خوب هستش که در باشن صحبت بکنیم. ببینید روز نهم دسامبر یک دفتر به خصوصی هستش که همه برندگان جایزه نوبل باید اون امضا بکنن، و شخصی که جایزه رو برده میره در این ساختمون نوبل که من خدمتتون نشون دادم، و بعد اون دفتر رو امضا میکنه و همونجا یک نیوز کانفرنس داره انجام میده، و بعد اون ایشون با اون هیئتی که انتخاب کننده هستن میرن و با هم شام میخورن، بهش میگن لیتل دینر. بعد از اون روز دهم دسامبر که روز اصلی کار هست و پادشاه نروژ هم میاد و در تالار شهرداری اینجا همون انجام میشه. بعد که جایزه رو دادن، اون کسی که جایزه رو گرفته میره در
هتل اصلی این شهر اسمش گرند هتل هست. اونجا به اصطلاح یه اتاق به خصوصی بهش میدن، یه بالکنی داره به خیابون اصلی اینجا، و بعد مردم نروژ اون شب یه دونه چراغ دستشون میگیرن به عنوان نماد صلح، و بعد میره از جلوی اون از زیر اون بالکنی رژه میرن، و اون شخصی که جایزه رو برده یا نمایندهش میاد براشون دست تکون میده. بعد اینکه تموم میشه یک بنکت هست که مثلا شام هست، و بعد پادشاه نروژ هم میاد، و بعد یه عده میان در اونجا و در اون شام شرکت میکنن. روز بعد روز 11 در دانشگاه اسلو یک فروم هست که درباره اون جایزه صلح نوبل اون روز صحبت میکنن، و بعد پیامدها شو میگن، و بعد پنل های مختلف هست و صحبت های مختلف درباره صلح انجام میشه. بعد از این یه اکسیبیشن هست در یک به اصطلاح یک ساختمان دیگری از جایزه صلح که اسمش از ساختمان کتابخونه جایزه صلح نوبل، و به اصطلاح بیشتر درباره وضعیت اون مملکتی است که اون شخص که جایزه صلح برده درباره اون اکسیبیشن است که اون مملکت چجوریه و چه اتفاقاتی بیفته. و بعد این قسمت اصلیه، و بعد بیریم در قسمت استکهلم، که در استکهلم اینطوری نیست، خیلی فرمال تره، و بعد این جایزه ها رو میدن، خیلی به اصطلاح ریجیدتر و فرمال تر هست، مثل اروپای قدیم که صحبت میکردن. و بعد این رو بهش برشکان کرد. حالا اینجا از بیدید اول از این ساینینگ سرمونی شروع بکنیم، از این قسمت امضا. ببینید این قسمتی است که امضا کردن، چون خانم نرگس محمدی در ایران هستن و نتونستن بیان و زندان هستن، در واقع دو قلوهای ایشون همراه بسیار شوهر ایشون رفتن و این دفتر مخصوص رو امضا کرد. این دفتر مخصوص امضای خیلی ها رو داره، از جمله خانم عبادی، آقای باراک اوباما و تمام به اصطلاح برندگان جایزه صلح، این میان این دفتر امضا میکنن. بعد از اینکه این دفتر امضا کرده یک کنفرانسی انجام میشه، یک کنفرانس مطبوعاتی. این خانم رئیس قسمت صلح نوبل هست در اسلو، و بعد این خانم مودریتور هست، و بعد خبرنگارهایی که اینجا هستن سوال میکنن، و اینهایی که جایزه رو بردن جواب میدن، و بعد این آقا هم رئیس اون به اصطلاح قسمت جایزه است که به اصطلاح جلسه رو اداره میکنه به ترتیبی که میگه کی صحبت بکنه و این حرف. بعد اینکه تمومشی هم که عرض کردم میرن با همدیگه یه شام کوچیکی میخورن با نوع لیتل دینر، و حاضر میشن برای روز بعد. بعد این رو من قبلا نشون دادم، این به اصطلاح یک خلاصه است از کارهایی که من کردم در روز دهم، و عکس های یادگاری که گرفتم، و در واقع دوستانی که اینجا بودن. خیلی جالب بود که خانم شیرین عبادی اونجا بودن، آقای دکتر کاوه مدنی اونجا بودن که بسیار قسمت آب خیلی فعالیت دارن، الان هم برای رئیس سازمان ملل مشاورشون در امور آب هستن. بعد خانم دکتر مهرنگیز کار اونجا تشریف داشتن، بعد خانم مژگان شجریان آواز میخوندن، خانم گلشیفته فرهانی هم بودن، البته اشخاصی بودن که سیاسی هم بودن، یک آقای کردی به نام آقای کاک عبدالله مهتدی هم اونجا بودن، همه از همه بسیار ریشه های ایرانی در اونجا بودن که یکی یکی بونا خواهیم پرداخت. بعد اینجا از اول بریم که اصلا من چطوری دعوت کردن. برای اینکه در اسلو فقط 1000 جا هست برای در اون سالن شهرداری،
و بعد جاش باید شخص خیلی به اصطلاح وصل باشه به ارگانیزاسیون های مختلف، یا اینکه فامیل و به اصطلاح از بستگان نزدیک اون به شخصی باشه که جایزه رو برده. من از موقعی که اومدم در اسلو برای انجمن مهندسین اینجا لکچر دادم، این انجمن مهندسین اسمش تکنا هست ببخشید، و 150 سال داره و به اصطلاح این بروشوری است که در سال 89 چاپ کرده و من براشون لکچر دادم، و چون اینا انگلیسی خیلی خوب همشون بلدن این که هیچ مشکلی من نداشتم از اول باشون کمک کنم. بعد این اون وقتا در 89 اونور اون دوستانی که به اصطلاح لکچر میدادن موقع یادشون هست، اون موقع پاورپوینت اینطوری نبود که الان هست و ما مجبوریم اسلاید تهیه بکنیم و اسلاید تهیه کردن یک خرج زیادی داشت، ولی من هیچ وقت به انجمن مهندسی نگفتم که خرج اون اسلاید هایی که من تهیه کردم بدن، و اینها خیلی اپریشیت کردن اینو، به خصوص مثلا موقعی که من مثلا چند سالم میشه 60 سالم شد مثلا و این سالهایی که راوند میشه در مجله بخصوصشون یه تبریک کوچیکی می نویسن. ولی امسال که خانم نرگس محمدی بردن، بخاطر اینکه می نویسن ریشه ایرانی من دارم، اینها منو به اصطلاح گذاشتن تو اون لیست و بعد این اینویتیشن آمد. من همینجا اضافه کنم در زمانی که خانم عبادی هم بردن سال 2003 همین سوال از من شد، ولی متاسفانه اون موقع وسط اون وقتی بود که من برای پروژه ساوت پارس در ایران بودم و خیلی موقعی کریتیکالی هم بود و من میدیدم از عجایب روزگاری که ما تمام مدت اینجا در اسلو بودیم، فقط اون موقعی که خانم عبادی جایزه رو برد مجبور بودیم که اینجا نباشیم، و این ولی خوشبختانه با آمدن خانم نرگس محمدی این قضیه درست شد. بعد حالا یه ذره درباره خود جایزه نوبل صحبت کنیم. جایزه صلح نوبل در همون که عرض کردن در خدمتتون در سالن شهرداری اسلو داده میشه، و بعد اون کسی که رئیس بنیاد صلح نوبل در اسلو هست امسال یه خانمی بود به نام بریت اندرسون، ایشون همه جا هست و عکس ایشون رو میبینید. اجازه بدید یه خود درباره این سالونی که این جای صلح داده میشه با هم دیگه اینو ببینید. این امیدوارم که یک تیستی از سالون گرفته باشید. بعد من یه خود اینجا فکر کردم که یه مقداری درباره این دیپلم نوبل صحبت کنم. دیپلم نوبل برای همه یه جوره، دو قسمت داره، یه قسمت گرافیک و آرتیستیک، یه قسمت کالیگرافیه که اینجا میبینید. این دیپلم خانم محمدی رو به اصطلاح معمولا میذارن مسابقه بین طراحان نروژی، یک طراح نروژی به نام آقای بلکن برد و بعد این قسمت گرافیک رو از روی تم زن زندگی آزادی کشیده، و این یه خانمی هستش که داره به خانمای دیگه کمک میکنه که برن به طرف آزادی. این قسمت کالیگرافی دست راست متنش برای همه یه جوره، فقط اسم اون برنده عوض میشه هر سال. این به نروژی هست، من اینو به انگلیسی کردم. Norwegian Nobel Committee has in accordance with the rules in the Alfred Nobel Will که در سال 1895 نوشته شده به خانم نرگس محمدی هم که عرض کردم جایزه رو میده، و بعد این تاریخ داره، و بعد اینم عکس دختر خانم محمدیه که پلوی صندلی خالی مادرش نشسته، و بعد این دیپلم به اصطلاح صلح نوبل هست که
به خانم نرگس محمدی داده میشه و بعد اون آقایی که آرتیست هست خودش مصاحبه کرده گفته که من این طرح رو از روی به اصطلاح تمهایی که از این جنبش زن زندگی آزادی دیدم تهیه کردم و میبینید که بسیار این دستبند با رنگ پرچم ایران هست. من اینجا فکر کردم که یک گوشه هم بزنیم به دیپلم خانم عبادی. این دیپلم بسیار صلح خانم عبادی همون که میبینید این همونه، بعد اینجا به جای اون که نرگس محمد بود اینجا هستن شیرین عبادی و این همون یک گرافیک هست و یک قسمت کالیگرافی. گرافیک خانم عبادی رو به خاطر که ایشون درباره به اصطلاح حقوق بچه ها و حقوق زن ها بیشتر اون قانون حمایت خانواده ایشون کار میکرد، ولی قسمت رفیوجی هم نوشته شده و ایشون به این خاطر این جایزه رو گرفتن و این یک کلیپ چند ثانیه‌ای است درباره ایشون. اینم به مجموعه What builds a person's character is a chain of events that shape that person's life. I personally chose to study law. My father also studied law. I believe in justice, which is why I chose this field, and I decided to defend human rights. Shirin Ebadi was awarded the 2003 Nobel Peace Prize for her efforts for democracy and human rights. She has focused especially on the struggle for the rights of women and children. 7 years after receiving her Nobel Peace Prize, Ebadi hasn't stopped her pioneering efforts for democracy and social justice. بعد از این حالا برگردیم به این که امسال چطور جایزه به خانم نرگس محمدی داده شد و این جایزه در همون تالاری است که خدمتتون عرض کردم. اینجا من 3 شات دارم، یکی درباره خود تالار و کسانی که توش هستن، یکی درباره اومدن پادشاه و یکم دادن جایزه. اول اجازه بدید که این تالار رو نگاه بکنیم. این تالار خیلی دومیننت هست. یک آقای ایرانی که من چندی دفعه صحبت کردم خدمتون، بسیار پرزیدنت پارلمانه و میبینید که نفر اول نشسته شده برای اینکه ایشون به اصطلاح پوزیسیون خیلی بالایی در این جامعه داره. میزه بیدید و با همدیگه ببینید. این ویدیو با عکس این آقا شروع میشه. On the right-hand side, guests from the official Norway. In the first row, we just saw him, the president of the Norwegian parliament, Masud Gharahkhani. He's originally from Iran, but he and his family came as refugees to Norway in 1987, when he was 5 years old. His story is amazing. As president of the parliament, he has risen to the highest post in Norway, number 2, only after King Harald. بعد اومدن پادشاه یک پروتکلی داره که اینجا با هم دیگه اینو میبینیم. The king leads the procession accompanied by the leader of the Nobel Committee, Berit Reiss-Andersen. Her Majesty King Queen Sonja is accompanied by the executive of the committee, Olav Njølstad. Behind them, their Royal Highnesses Crown Prince Haakon and Crown Prince Mette-Marit. And behind them again, Anne Lindboe, who is the mayor of Oslo, and His Majesty the King's military officers.
and then everyone who should be here has arrived. بله این هم ملکه نروژ بود که اومد. این شخصی که به ما خیلی نزدیکه این ولیعهد نروژ، این هم همسرش. بعد حالا میرسیم به قسمتی که خود جایزه رو میده. این خانم همون خانمی است که خانم اندرسون رئیس کمیته صلح نوبل در اسلو هست و بعد این ایشون نشسته پلوی دختر خانم نرگس محمدی. اینم صندلی خالی ایشونه، اینم صندلی پسر، ببخشید، پسرش و شوهر خانم محمدی. حالا اینو میبینیم. Woman, life, freedom. زن، زندگی، آزادی. بعد عرض کنم که وقتی که جایزه داده شد یک اینترتینمنتی هست. امسال اینترتینمنت رو خانم مجمل شجریان ارجاع کردن و جالب بود که لباسی که ایشون پوشیدن تقریبا رایم بود با همون به اصطلاح آرت ورکی که دیپلم خانم محمدی داشت و دومینانت در اینجا به اصطلاح این حرکت زن زندگی آزادی بود که به اصطلاح در باید صحبت خواهیم کرد. اول از ببینیم خانم مژگان شجریان اون آهنگ مرغ سحر رو بسیار قشنگ خونده. بعد تمام مراسم یه خانم گرافیست ایرانی به نام خانم مرجانه ساتراپی که اون فوتورمان پرسپولیس نوشته از روی عکس مهسا امینی یک کتابی تهیه کرده که مارس در میاد. حالا درباره خانم مرجانه ساتراپی بعداً در اون قسمت سمینار میبینیم. تمی که ایشون درست کرده این هست که الان خدمت ایشون بود. خیلی جالب بود که به اصطلاح این انجام شد و بعد از اینکه جایزه رو میدن این چیزی که جایزه گرفته میره در هتل اصلی اینجا که اسمش گراند هتل هست، اونجا در هتل زندگی به اصطلاح اقامت میکنه. مردم همون شب، یعنی شب روز دهم دسامبر، به اصطلاح یک شمی در دست میگیرن و از زیر اون بالکنی اون محل اقامت ایشون رژه میرن به عنوان این که میگن که ما به اصطلاح شما رو سپورت میکنیم. من یک ویدیو چند ثانیه از این مراسم دارم.
بعد از این مراسم به اصطلاح تورچلایت روز بعدش به اصطلاح جلساتی در دانشگاه اسلو انجام میشه، ولی بعد از این کندللایت یه شام رسمی داده میشه در حضور پادشاه. امسال در این شام رسمی خانم گلشیفته فرهانی اینجا پروتکل اینو میگه که کسی به اصطلاح غیر از شام خوردن و صحبت‌های فرمال کاری نکنه، ولی خانم گلشیفته فرهانی اینجا به خاطر اینکه فکر میکردن که به اصطلاح خانم درگس محمدی در زندان پروتکل رو شکسته، ایشون هم به اصطلاح با دو تا از خواننده‌های ایرانی خانم مهسا وحدت و خانم مژگان شجریان یه برنامه کوچیکی توی اون بنکت اجرا کردن که اینو با هم دیگه می‌بینیم. Here I know that you Norwegians you love protocols and everything goes by protocol. We Persians we break the protocol. They told us specifically that we should not do this, but this is our tradition. We break the protocol. And that's what Narges has been doing. She has been breaking all the protocols. Legitimate. So the reason I'm standing here is they are dancing in the prison in Iran. They are singing. Art and culture has been something that has kept us, the Persian people, alive throughout centuries. And now we cannot let this night go without singing and dancing. So I ask our great singers, both of them, please come with me. There is this theme that we have been discussing all night because they told us that you cannot do this in front of the king and queen. And we said, but we cannot let them go. They said, let them leave and then you can do it. We said, no, we want them absolutely to be here and to listen to this and to witness this because that's what they're doing in the prison in Iran. People are dying for singing and dancing. So maybe you will remember this as the noble night, one noble night that we broke the protocol and we did something completely improvised. So I invite these two angels. There is this theme that most of the Persians, they know it. Emshab Shabe Mahtabe. We want you all Persians to sing it with us. And if you want, you can just move your bodies. Respecting the night. Voila. Emshab shabe mahtabe, habibam ro mikham, habibam agar khabe, habibam ro mikham. Khab ast o bidarash koni, mast ast o hoshyarash koni. گویی فلانی اومده، اون یار جانی اومده، اومده حال تو، احوال تو، سهیر داره سهیر روی تو، ببیند به ربب، این شب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، حبیبم رو میخوام. ماه غلام رخ زیبای تو، ماه غلام رخ زیبای تو، سر کمر بسته بالای تو، ای حبیبم، سر کمر بسته بالای تو، ای حبیبم، ای ماه انور لالی تو شکر از همی بهتر قند مکرر، جانم جانم قند مکرر، جانم جانم قند مکرر، لب و دندان توست ای عزیزم، چین سر زلف چلیپای توست ای عزیزم، چین سر زلف چلیپای توست ای عزیزم،
بعد از این قسمت آوازخونی و اینها جریان میره در دانشگاه اسلو، خیلی جدی میشه. بعد در دانشگاه اسلو یک سمیناری روز بعد 11 دسامبر برقرار شد، تایتلش بود ایران برنینگ فور دموکراسی، با همون عکس اصطلاح خانم مهسا امینی که اصطلاح کشیده شده بود. این مجلس با این تم شروع کرده بود. این در دو قسمت، 10 نفر در این سمینار صحبت کردند. اینجا 5 نفر اول هست. این دوتای اول دو تا از قربانیان این حوادث اخیر ایران بودن. میبینید این خانم الهه توکلیان یکی از به اصطلاح قربانیانی است که چشمش از دست داده، و بعد این آقا به اصطلاح مودریتور اون جلسه است، این آقا به اصطلاح رئیس قسمت اجرایی به اصطلاح صلح نوبل، این خانم هم به اصطلاح لیدر امنستی اینترنشنال است که همه اینا صحبت می‌کنند. بذار به این صحبت ها اینا رو ببینیم. اول با این دوتا دو بستا بیکتیم شروع میشه. این همون تمیز که قبلا نشون داد. این سالن اصلی دانشگاه چیه؟ من شیما هستم. من الهه هستم. شیما مای نیم از الهه. امروز که با شما صحبت می‌کنم. And today as I'm talking to you, it has been 718 days. I have no news of my father because Ibrahim Babai, my father, when intended to get out of Iran, was disappeared by the Iranian authorities. And since then, I have no news of him. And the fear of what has happened to him has affected my families and myself, my life. Not only anonymous people who claimed that they were agents and they told me that my father has died, they approached me and in order to kidnap me, they took me to the borders of Iran. They tried to do so. And the authorities, they claim that my father has never existed and with the Iranian regime. I am a woman, a mother, a protester, a freedom lover, a victim. This is the sound, the voice of 100 other eyes who have been targeted by bullets in order to stop them from protesting. I'm very lucky that I'm alive because 100 of other people, they died and they are not with us today. I'm very lucky today in order to be here because I could have been detained and imprisoned like hundreds of others. Let me say that I am not Elahe Tavakkulyan. I am Mahsa, Nika, Sarina, Kian, Minu, Majid, Reza, Asra, Mehshad, Fereshte, Sadaf, and Muhammad, Hamid, Reza. These names we have heard about them. And there were names that never had the chance to be heard. Thousands of families are mourning for their beloved ones. I want to be their voice today. Zan, Zendegi, Azadi. زن زندگی آزادی. آزادی. زن آزادی. ممنونم.
powerful message from two Iranian women's rights activists, Shima Babayi, currently in exile in Belgium, and Elaya Tavakolian, in exile in Italy. San Sendegi Yasadi, the resonating chant of women, life, freedom, echoed strongly yesterday in the City Hall of Oslo as Kiana and Ali delivered a strong speech penned by their mother, Nargis Mohammadi, who is behind the walls in the Evin prison. And she also sends us a strong message of hope when she says the Iranian people will dismantle obstruction and despotism through their persistence. Have no doubt, this is certain. That's the words from Nargis. And she adds, I'm confident that the light of freedom and justice will shine brightly on the land of Iran. At that moment, we will celebrate the victory of democracy and human rights. Today, we find ourselves in the Aula room at the University of Oslo, adorned with the masterpieces of Edvard Munch, notably his depiction of the sun. Munch aimed to convey both a sense of the specifically Norwegian and the universally human with the idea of enlightenment. And this serves as a starting point for our discussion today, burning for democracy. The blazing sun behind me, casting its rays in all directions, symbolizes hope. And in front of the sun today, the stage is adorned with street art from Iranian artists. Il Stencil and Mad Stencil, highlighting that protest in Iran also involved using art to challenge the system. Prize laureate to the forum. This year, we are honored by the presence of two former laureates. One is the Iranian lawyer and human rights activist, Dr. Shirin Ebadi. Who received the Nobel Peace Prize 20 years ago in 2003. You will be meeting her shortly. First, however, I am proud to introduce the other former Nobel Peace Prize laureate present here today, Amnesty International, which was awarded the prize in 1977. Since 2021, Amnesty International has been headed by Secretary General Agnès Callamard, the highly esteemed French political scientist and human rights expert. Before taking on her current position, Ms. Callamard was the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. In that capacity, she led the UN inquiry into the assassination of Saudi journalist Jamal Khashoggi. In her keynote this morning, she will, among other things, share with us some of the findings from a recently published Amnesty International report on how Iranian police and security forces systematically have committed rape, gang rape, and other sexual violence against peaceful protesters, including children. Please welcome Ms. Callamard. There is absolutely no prospect for justice domestically. This is what we heard. This is what Amnesty International findings have shown over and over again. This is why we need the international community. This is why we need state in Europe, in particular because we have universal jurisdiction legal provision. We urge them to initiate criminal investigation against suspected perpetrators under the principle of universal jurisdiction with a view to issuing international arrest warrant. We demand that state support
the extension of the mandate of the UN fact-finding mission on Iran to ensure that the independent mechanism continues to collect, preserve, analyze evidence of crimes under international law, so that sometimes in the near future, justice can be delivered. Now, I would like to play for you a video clip. Last year, during the Woman Life Freedom Uprising in Iran, hundreds of thousands of women, men, and children bravely protested against decades of inequality and oppression. In a new investigation, Amnesty International reveals that security forces tortured protesters through rape and other sexual violence in detention. My friends and I removed our veils in public and we were chanting. More than 30 members of the Revolutionary Guards threw us into a van. They called us vulgar words and punched and kicked us in our genitals and breasts. I tried to hold on to my friends' hands because I was so terrified, but they forcefully threw me into a solitary confinement cell. They violently raped me. Even wild animals don't do these things. I feel destroyed. A year on from the uprising, survivors continue to live with the physical and psychological trauma. Survivors said they're sharing their horrific ordeals with the world so that justice can be pursued. It's our collective duty to stand with them and their families. Let's raise our voices to hold the Islamic Republic authorities to account for using sexual violence as a weapon of torture to repress protests and instill fear. Call on your government to pursue universal jurisdiction over Iranian officials responsible for torture and other crimes under international law. Silence is not an option. Silence is not an option. And each and every act of solidarity, every voice raised in protest, every demand for justice, support and amplify the action of the people in Iran. Silence is not an option because of the risk of further bloodshed. قسمت اول تموم شه میریم روی قسمت دوم این سمینار که قسمت به اصطلاح دیبیت هست. اینجا خانم مرجانه ساتراپی صحبت میکنن که ایشون یک ایرانیه که رفته در فرانسه و ایشون مثل باندل آف انرژی هست و صحبت شو خواهید شنید. بعد خانم عبادی صحبت میکنن، خانم نازنین بنیادی صحبت میکنن، اکتیویست های مختلف در سوئد و بعد آخرش این آقایی که پرزیدنت پارلمان اینجاست جلسه رو به کنکلوشن میرسونه. بذارید با خانم مرجانه ساتراپی شد. Wise, funny and heartbreaking. That's how the New York Times described Persepolis. Marianne Satrapi's acclaimed graphic memoir of growing up in Iran during the Islamic Revolution, the animated feature film version of Persepolis, was nominated for an Academy Award for Best Animated Feature in 2007. Let's have a look. Parce qu'on m'a dit, si tu retournes, je sais pas, ceci et cela vont t'arriver. Mes liens sont toujours et resteraient toujours des liens très très profonds. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Je suis reparti. Le chat, le au lit, tout de suite. Marge, ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète. Mais mon Dieu. Tous
ensemble de marcher vers la démocratie. In September 2023, just some months ago, you released a graphic novel, Woman, Life, Freedom, together with 20 artists. This is the cover. We also are happy that we could use your illustration for this year's forum. And this book was made to support the wave of process that has shaken Iran since the death of Mahsa Jina Amini last year. And you also opened the book with her portrait seen through your eyes. We heard Amnesty International now. We have to break the silence. Do you think also, you know, you as an artist organizing this kind of books, what kind of role can you play in breaking the silence? Well, hello, and thank you for having me here. I mean, I think that artists, they must remain humble with the change that we can actually do to the world. If art would change really anything, for example, everybody in the world should be in love, because like 99% of the song is "I love you, don't leave me, come into my arms," and yeah, it basically everybody hates everybody. So, you know, I mean, we don't have this effect. But at the same time, you know, when I started making Persepolis, that was 1999 when I started doing it. It was published in 2000, and it was like nobody wanted to talk about this subject because it was extremely painful. And it has been, you know, we should not forget that Iran is a country that has made the most number of revolutions during the 20th and the 21st century. I mean, you have no country that has made as many revolutions. It starts with the revolution of 1905, the constitution on monarchy, and then 1915, 1919, 21, you can go on. So they don't dress like Iranian. They don't want to speak Farsi. Everything that they love has nothing to do with Iran. It's like this big sheet, whatever Muslim thing. And if for that they have to sacrifice Iran, they will do it. The biggest military force in Iran, they are called the Guardian of the Islamic Revolution. They are not called the Guardian of Iran. So there is nobody less Iranian than Iranian government. So they are not going to give me a lesson about how Iranian I am. I'm extremely Iranian. I'm also very French. But I hate this thing that of the Iranian inside of Iran and the Iranian outside of Iran. This identity is so powerful. It's so much rooted in you that even in 1,000 years, if I could have 10 lives at the end, you know, I will still, you know, behave like one. This is in me. I love the Iranian poetry. I love the Iranian generosity. I even love when Iranian people, you know, they lie to me and they tell me, oh, I love you and I love you so much. And behind my back, just 2 seconds after, they say, oh, I even love that. Because, you know, if I see someone for 30 seconds, I want him or her to tell me, oh, you're beautiful, you know, your feet on my eyes, I die for you. And behind my back, they can say whatever they want. Even that I love in Iran. So yes, I mean, yeah, I'm super Iranian, sure. And I think we can be... you will do that. No, but I just wanted to say, I mean, if this regime think that they can break us, I mean, they have to understand that 500 years of Arab invasion did not break us, that the Mughal, they did not break us, that the Turks, they did not break us, that nobody will break us, and that is not a few beardy old guy, you know, with you know, like these filthy-minded, sexual-obsessed people. These are not the people that are the breakers. If they break us one time, we will break them 10 times. So. Shirin Ebadi is an author, lawyer, and was the first female judge in Iran, living in exile in London since 2001. As
And as mentioned, in 2003, she received the Nobel Peace Prize. Dr. Ebadi, please join me on the stage. First of all, Shirin Ebadi, upon learning that your former colleague and friend, Narges Mohammadi, received the same prize as you 20 years later, what was your immediate reaction? It is natural. I became very glad. And the next feeling was that once more, we just banged on the mouth of this regime and we were victorious. Because Republic Islamic of Iran in 2009 attacked our NGO and closed, shut down our office, which I had bought using Nobel Prize money, and sentenced, detained my colleagues. However, up to this moment, we are working in Iran, however, underground, in an underground manner, secretive, because, you know, if they become aware of the identity of my colleague, they are in danger, they become in danger of detention. We are operating secretively. I'm very glad that awarding this prize to Narges Mohammadi, it shows that whatever the regime does, it doesn't matter. What is important that we are going ahead. We are. We'll invite our next guest up to the stage. That's Nazanin Bunyadi. She is the 2023 Sydney Peace Prize laureate and Amnesty International UKO ambassador and a member of the steering committee for the World Movement of Democracy. She's also an acclaimed actress. Welcome. Nazanin, first of all, you know, I know you are in contact with also a lot of Iranian women inside Iran. And what kind of stories do you hear from these brave women these days? You know, I think first of all, thank you for having me. It's so wonderful to be with you. People may think this revolution is dead. And I'm in constant contact with people on the ground inside Iran, particularly dissident women. And what people may not realize, the international community may not realize, is that if you're not seeing the same numbers on the streets, it's because this regime has brutalized the Iranian people. They can't go back on the streets. But the revolutionary fire is very much ablaze in the hearts and minds of Iran's embattled protesters. And women, Iran's brave women, are continuing to flout the compulsory hijab in the hundreds of thousands on the streets of major Iranian cities as we speak. Mm. As a long act, I would like to invite our third guest in this roundtable up here to join me on the stage, Mardad Darvishpour. Welcome. You are an Iranian Swedish socialist, and you're also a well-known figure of the Iranian Republican movement. And as a young student in Iran, you were also arrested many, many years ago. I just want to start with you because I found out that an Iranian proverb says, a man and a mountain, marduku, used to describe how hard it is to change or influence someone who is stubborn and unyielding like a mountain.
Is there any hope pressuring the pressuring the current political leadership to reform, or is it Marduku? Thank you for having me here. I prefer talk in Persian. ممنون تبریک میکنم به I congratulate not only نرگس محمدی her family to all Iranian nation and all of the freedom lovers people in Iran and in the world for this choice and it was one of the most serious choices that could be chosen by the Nobel Committee. This awarding this prize shows that the Nobel Committee has heard voice of Iranians and understood that this reward is not only for one person. This is a collective prize who is standing against the suppression until they can get rid of the whole system, this regime in Iran. Thank you very much, dear panel, for these wise thoughts. I hope we learned something new here out in the audience. So a big warm applause for the panel. Thank you. Our last speaker will give us closing remarks. He is the president of the Norwegian Parliament, and his name is Masud Gharahkhani. He was born in Tehran in 82, and he emigrated to Norway with his family in 1987, and he's been a clear and vocal in his support for the demonstration and the fight for democracy, freedom, and human dignity in Iran. It's a pleasure to give the floor to the President of the Norwegian Parliament. Welcome. First of all, I'm humbled to share this stage with so many freedom fighters, and it made deep impression on me listening to all the stories Amnesty shared about people inside Iran. It makes me cry, it makes me angry, but most of all it motivates me to keep on fighting for the future of Iran. In Bobati ishun besyar jaleb bud که جلسه رو تموم کرد. بعد حالا بیریم به اصطلاح در استکهلم، در سالن کنسرت استکهلم، جایی که جوایز به اصطلاح علمی نوبل داده میشه. این سه نفر که اینجا هستن، اینها جایزه فیزیک نوبل رو بردن به خاطر به اصطلاح اندازه‌گیری نور در سطح الکترون که صحبتشو بیشتر خواهیم کرد. سه نفر هستن از امریکا و از آلمان و از سوئد که روی یک مسئله کار کرده بودن. بعد از اینها سه نفر هستن که جایزه شیمی رو با هم بین هم دیگه تقسیم کردن و اینها روی یک کانسپتی به نام کوانتوم دات کار کردن که در حقیقت یک ذره بسیار کوچیک سمی کنداکتور هستش که برای تلویزیون‌های آینده استفاده خواهد شد. بعد من نمیدونم اینجا شما این عکس این دوتا به اصطلاح برنده جایزه مدیسین رو میبینید یا اینکه
من برم توی یک عکس دیگری که شاید بهتر نشون داده بشه که بتونیم ببینیم. بله، این دو نفری که جایزه به اصطلاح مدیسین رو بردن، دو نفر هستن که روی mRNA کار کردن که همه ماها باش به خاطر واکسین کووید آشنا هستیم، و بعد این یه خانمی هستش که ایشون به اصطلاح اهل مجارستانه ولی با دانشگاه پنسیلوانیا کار کرده، و بعد این دو نفر با هم روی mRNA کار کردن و جایزه رو بردن. بعد از اینها این خانم، یه خانم اقتصاددانش در دانشگاه هاروارد که روی مسئله به اصطلاح ریشه به اصطلاح اختلاف به اصطلاح حقوق بین زنها و مردها در مسائل کار کرده، و من به اصطلاح کار ایشون رو از بقیه اینا خیلی راحت‌تر فهمیدم، برای که در نروژ دارن روی این که 100% تساوی بشه بین حقوق زن و مرد در کار میشه، و اونایی که در دید گزینه هستن از این خواسته میشه که گزارش بده. این آخرین، این درباره جایزه ادبیات یک آقای نروژی برده، به خاطر اینکه نوشته هاش در یک زبونی هستش که به اصطلاح کمیته نوبل دلش میخواد که این رو به اصطلاح بهش ارج بده. حالا اجازه بدید که این پروسیشن رو ببینیم. در استکهلم خیلی قضیه فرمال تره، در سالن کنسرت اصلی استکهلم اجرا میشه با حضور پادشاه و به اصطلاح ملکه و بعد جانشین پادشاه و بقیه، و این رو با هم دیگه نگاه خواهیم کرد در سلاید بعدی. بعد این مراسم اینطوری شروع میشه که تمام اونایی که جایزه بردن در یه صف میان، اونایی که اونا رو معرفی میکنن در صف دیگه، و اونایی که جایزه بردن به اصطلاح جایزه‌شون از پادشاه سوئد دیگه، این پادشاه سوئد، اینم دخترشه که بعد از این ملکه سوئد میشه، اینم ملکه سوئد هست. حالا ببینیم که چطوری انجام میشه. Was wrong. This ceremony begins timely as ever. There was a drum roll for the royal family that proceeded onto stage. Thank you.
prizes for the Nobel laureates entering the stage here to the tunes of Wolfgang Amadeus Mozart. By Wolfgang Amadeus Mozart, performed by the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra under the baton of Alexander Hansson. And now, Your Majesties, opening Your speech. Royal Highnesses, esteemed Nobel Prize laureates, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Nobel Foundation, it is my great honor and pleasure to welcome you all to the 2023 Nobel Prize Award Ceremony. In particular, I wish to welcome the Nobel Prize laureates, their families and friends. Earlier today in Oslo, Narges Mohammadi was awarded the Nobel Peace Prize in her absence, and I quote, for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all, end of quote. Her absence was due to her being imprisoned together with many other prisoners of conscience in the notorious Evin prison in Tehran. In spite of these circumstances, her strong message, smuggled out of prison and read by her children, is finally one of hope. Victory is not easy, but it is certain. We look forward to receiving her family here in Stockholm in a few days. The scientific breakthroughs awarded this year, the Physics Prize for experiments with light, which capture the shortest of moments, the Chemistry Prize for the discovery and synthesis of quantum dots, or the groundbreaking findings behind the prize in physiology or medicine that enabled the development of effective mRNA vaccines, and for the prize in economic sciences, research uncovering key drivers of gender differences in the labor market, all serve as powerful examples of the importance of forerunners who paved the way, as well as of the manifold faces of science. Together, we see their strength. Last, but certainly not least, the prize in literature explores, through what I'm tempted to call fundamental research in literature,
the boundaries of human existence by giving voice to the unsayable. The laureates being awarded tonight, each in a unique way, testify to the power of science and literature. They show us that, individually and together, we have it within ourselves to change the world. Professor Astrid Söderberg, leading chair of the board of the Nobel Foundation. Serenade from Silent Music by Valentin Silvestrov. Emeritus Professor Augustini, Professor Dr. Kraus, and Professor Anne Lollier, you have been awarded the 2023 Nobel Prize in Physics for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. It is an honor and a privilege to convey to you the warmest congratulations of the Royal Swedish Academy of Sciences. I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. First, Professor Augustini, born in Tunisia, affiliated to the Ohio State University in the United States of America. Munji Bawendi, Louis Bruce and Alexei Yakimov, your discovery of quantum dots and how to make them has opened up a new way of designing materials and helped catalyze the field of nanoscience. This is a truly great achievement for the benefit of humankind. On behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, I wish to convey you our warmest congratulations. May I now ask you to step forward and receive your Nobel Prizes from the hands of His Majesty the King. First, Professor Bawendi, born in France, Paris, affiliated to MIT in the United States. And surveys demonstrate that the public's trust in scientific research increased during the pandemic. The basic research performed by the 2023 laureates in physiology or medicine no doubt contributed to this. This year's prize is very much in the spirit of Alfred Nobel, a groundbreaking contribution to the greatest benefit of humankind. Dear Professors Caricot and Weissman, on behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, it's my great joy and privilege to convey to you our warmest congratulations. I invite you now to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. Speech by Professor Gunilla Carlsson, Hedersdam. And first to receive the Medicine Prize is Catherine Caricot. Born in Hungary, affiliated to the Szeged University in Hungary and the University of Pennsylvania in the United States. Dear John Fosse, allow me to convey the warm congratulations of the Swedish Academy while asking you to step forward
to receive from the hand of His Majesty the King the Nobel Prize in Literature. We celebrate your path-breaking academic achievements. They are more than a baton to be passed. They are giant shoulders for which coming generations will be able to see very far. It is an honor and a privilege to convey to you, on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, our warmest congratulations. May I now please ask you to step forward and receive your prize from the Majesty the King. Professor Claudia Golden, who lives in Boston and works at Harvard University, is the third woman to receive the prize in economics out of a total of 93 laureates so far. قبل از اینکه اینجا بریم من خواستم یه چیزی بگم که اون خانمی که اول همه صحبت کردن چرمن نوبل ارگانیزیشن در استکهلم حرف بسیار قشنگی زدن، گفتن که ویکتوری is not easy but it is certain، و ایشون با این جمله‌ای که گفتن خیلی مسائل رو گفتن. حالا این آخرین سلاید بود که من خدمتتون داشتم. حالا بیرون بر قسمت question and answer. من قبل از اینکه به اصطلاح بریم برای صحبت، دلم میخواست که درباره به اصطلاح آینده به خصوص ایرانیانی که در قسمت ساینس کار میکنند در آمریکا و اروپا صحبت بکنیم. من قبل از اینکه بریم من خواستم اینجا بگم خدمتتون که من وقتی که این جوایز به اصطلاح علمی 2023 رو دیدم، فقط قسمت به اصطلاح اکونومیش رو خیلی خوب فهمیدم، در اینکه در نروژ ما داریم روی از بین بردن تفاوت بین حقوق زنها و مردها کار میکنیم و تمام به اصطلاح لیدرهایی که در قسمت مهم هستن بهشون دستور داده میشه که کار بکنن. و بعد من برای قسمت شیمی و فیزیک و بقیه به قول امروزی‌های ایرانی ها خیلی کم آوردم، ولی خوشبختی ما ایرانی ها این هستش که این قسمت دایسپورای ایرانی که داریم هر جور اطلاعی بخواهی تاپ ناچ اکسپرت داریم. من از دو تا دوستان، از آقای
توفیق حیدرزاده در قسمت فیزیک و از آقای دکتر صبوحی در شیمی پرسیدم و اونا با کمال سخاوتمندی به من کمک کردن و ازشون خیلی متشکرم و دلم میخواد که در قسمت پرسی پاسخ اگر که هستن وقت بگیرن و صحبت بکنن و به یه جمع‌بندی برسیم که راه به اصطلاح ایرانی ها در رابطه با جوایز علمی نوبل چیه. من نظر خود من این هستش که به نظر من از خانواده ایرانی ها یک مادر و یک خواهر بزرگتر، این دو خانومی که حالا جایزه صلح گرفتن جایزه گرفتن، حالا نوبت بچه هاست که برن و خوشبختانه این بچه ها بیشترشون در آمریکا و اروپا هستن و آینده بسیار خوبی رو میشه براشون متصور بود. خانم دکتر مدنی، صحبت من اینجا تموم شد، اجازه بدیم بریم قسمت پرسش و پاسخ. واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم دکتر سرمست، مثل همیشه you covered everything. من یکی رو که واقعا you walk through step by step as emotional you can get، which من اونجا بودم فکر کنم نیم ساعت گریه میکردم اول، and بسیار قشنگ بود واقعا you walked us through، and خیلی خیلی ممنون.